روز که زن و مرد این جامعه حوض کنه که سفره آماده بگسترن و سرش بنشینه. اون روز آغاز انحطاط جامعه انقلاب کرده ماست. یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، اونچه می گفت معتقد بود و به اونچه معتقد بود در عمل ملتزم بود. خطر را هم می شناخت، می دانست میدان میدان مین است، هر آنی هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست، لکن در این حال بی محابا با نگاه به هدف در این راه پیش می رفت و نمی هراسید. همین شهید عزیز ما مرحوم بهشتی هم بزرگترین امتحانش این بود. اون مقداری که در اون دوره به این سید بزرگوار نورانی ارزنده برجسته دستهای تبلیغاتی دشمن تهمت زدن، به کمتر کسی از عناصر انقلاب در طول زمان این همه اهانت‌های خصمانه و بغض‌آلود کردن. شهید بهشتی حقیقتاً مثل یک سنگ آسیای گرانی بود که با گردش خود ده‌ها کار را انجام می‌داد، تولید انرژی میکرد، کار را مینداخت، پیش میرفت، فکر تولید میکرد. از دیدگاه اسلام انسان دین را آزادانه و آگاهانه انتخاب میکند. این اون چیزی بود که بسیاری از مخالفتها را علیه شهید بهشتی و علیه قوه قضاییه در اون روز سازماندهی میکرد. امام فرمودن شهید بهشتی مظلوم بود. و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور. البته آقای بهشتی خیلی بزرگ بود و این مردم هنوز هم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناختن. بهشتی در آینده شناخته خواهد شد.